شبکه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد در یک گزارش تحقیقاتی دریافته است که در میان سایر کشورها شمار از مقامات سابق افغانستان نیز دارای املاک دلاری در امارات متحده عربی هستند میر رحمان رحمانی رئیس سابق مجلس نمایندگان و اجمل رحمانی نماینده مجلس نمایندگان خانه ها آپارتمان ها و دفاتر به ارزش 15 میلیون دلار در دبی دارند حسن فهیم سهامدار سابق کابل بانک و خانواده یک خانه و یک دفتر در دبی به ارزش 8.8 میلیون دلار دارند اسد خالد رئیس پیشین امنیت ملی و وزیر پیشین دفاع ملی در دبی آپارتمان به ارزش 5.5 میلیون دلار دارد راشد پوپل و احمد راتب پوپل که صاحب یک شرکت مدیریت امنیتی در افغانستان بودند یک آپارتمان در دبی به ارزش 3.8 میلیون دلار دارند عدیب فهیم معاون اول پیشین امنیت ملی دارای یک ویلا سی آپارتمان در دوبای به ارزش 3.5 میلیون دلار است. احمد ولی مسعود سفیر افغانستان در لندن از سال 2002 تا 2006 یک آپارتمان به ارزش 1.8 میلیون دلار در دوبای دارد. امیرزای سنگین وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دو آپارتمان در دبی به ارزش 780 هزار دلار دارد عتق الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع ملی در دبی آپارتمان به ارزش 731 هزار دلار دارد شماره از تحلیلگران امور میگویند که در 20 سال گذشته فساد گسترده وجود داشته و بسیاری از مقامات پول بیت المال را دزدیدند و میافزایند که این دارایی ها باید به افغانستان بانک بازگردانده شود ټول وې ټول چارو واکي هغه چې پرلوره چوکې مدناسو د کوزیر معين موالی وی الله دینا پورټ نور وميره ایسان مشاورین ریجمران ماوندری جمران د امنا تر ایسان دغه ټول د بیت المل پنسې په فصاد په غلا باندې اخي سټډیو په بهر ته وډې دیو بار بانکو کې دیو وزغاری سمایږه کی افغانانو ته حسنی نظام ته حکومت ته دغه پکاردې چې دغه خلک را تشوي کی اولبرټه وطن تر غو بولی او دیتو وایي سرمایې مم راوړی او راسي دلته دی وروری په فضا کې ژوند کوو دیو ان شباکه همچنان در گزارش ش غوته ک ش شرکت مرتبه به اجمل رحمانی ساختمانҳои بازشه 212 میلون ډالر در المون دارن قابل ذکر است ک وزارت امور خارجه امریکا میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی رو به دلیل فساد گسترده مالی تحریم کرده است